ویدیو میخوام یک سری روش های تغذیه‌ای رو بهتون معرفی بکنم که کمک میکنه بچه ها هوششون تقویت بشه. سلام، خوش اومدین به کانال تا فامیلی. اگه اولین باری که دارین ویدیوهای منو میبینین میتونین دکمه سابسکرایب رو بزنین که به کانال ملحق بشین و بتونین بقیه ویدیوهای منو ببینین. امروز میخوام چند تا خوراکی رو معرفی بکنم که میتونین به بچه‌ها بدین و باعث تقویت هوش بچه‌ها بشه. یکی از این وعده‌ها وعده صبحونه، حالا یا میان وعده هستش. صبحونه بچه‌ها رو میتونین موادی بدین که خیلی مقوی و مغذی باشن. از جمله مثلا اوتمیل میتونین بدین. در مورد اینکه اوتمیل رو چطور درست بکنیم یه ویدیو ساختم، قبلا لینکش رو تو قسمت توضیحات میذارم، حتما خواستین اون ویدیو رو ببینید. یا اینکه مثلا میتونیم به عنوان برنامه صبحونه ارده و عسل یا ارده شیره رو درست بکنین، هفته یک بار نه بیشتر به بچه ها بدین بخورن. اون ویدیو رو هم لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم، حتما اون ویدیو رو هم ببینید. یا اینکه مثلا کره بادوم زمینی میتونین استفاده بکنین، حالا به عنوان صبحونه یا میان وعده بچه ها. بنابراین مهم هستش که بتونیم یک سری از این مواد غذایی رو تو برنامه بچه ها قرار بدیم. ماده دوم که میخوام راجع به صحبت بکنم استفاده از مغزیجات هستش. مغز پسته، بادوم، فندق، گردو، به خصوص بادوم و فندق که خیلی میتونه در تقویت هوش و حافظه بچه ها مؤثر باشه. بنابراین به شیوه های مختلفی میتونیم مغزیجات رو تو برنامه غذایی بچه ها قرار بدیم. مثلا همون تو اردشیره میتونیم از پودر بادوم استفاده بکنیم، یا تو همون اوتمیلش میتونیم از این پودر بادوم گردو استفاده بکنیم و به شیوه های مختلفی میتونیم در واقع این ماده غذایی رو تو برنامه غذایی بچه هاتون قرار بدیم. ماده غذایی بعدی استفاده از مویز هستش. مویز هم خواص زیادی داره، به خصوص برای تقویت حافظه و هوش افراد میتونه کمک کننده باشه. 21 عدد مویز که معادل در واقع یک مشت مویز هستش، میتونین در طی روز بهشون مویز بدین که کمک میکنه هوش و حافظهشون تقویت بشه. ماده بعدی استفاده از انجیر هستش. حالا انجیر خشک میتونین بذارین تو آب یک مقدار خیس بخوره و اون رو استفاده بکنین برای تقویت حافظه و همچنین استخون ها خیلی کمک کننده هستش. پس میتونین انجیر رو هم تو برنامه غذای خودتون و بچه ها قرار بدین. و آخرین ماده که میخوام معرفی بکنم پودر نارگیل هستش. حتما سعی بکنیم پودر نارگیل رو هم تو غذاها یا تو دسرهای مختلف استفاده بکنیم برای خودتون و برای بچه ها، که در واقع میتونه به حافظه و هوش بچه هاتون کمک بکنه. حالا این نکاتی که من بهتون گفتم در مورد نکات تغذیه‌ای بود که میتونه در واقع به هوش و حافظه بچه هاتون کمک کننده باشه، ولی در کنار در واقع مواد غذایی که به بچه هاتون میدین، به خواب بچه هم سعی بکنین اهمیت بدین. چون هورمون رشد زمانی که بچه ها تو خواب عمیق هستن، یعنی ساعت 10 شب تا 2 نصف شب در واقع بیشترین زمانی هستش که داره هورمون رشد ترشح میشه، و اینکه بچه ها قبل از ساعت 10 بخوابن خیلی مهم هستش. پس یک برنامه منظم خواب برای بچه ها داشته باشین و سعی بکنین که بچه ها حتما قبل از ساعت 10 شب بخوابن که تو اون تایم تو خواب عمیق باشن که اون هورمون ترشح بشه و کمک بکنه که هم رشد بچه ها بیشتر بشه و هم اینکه هوش و حافظهشون تقویت بشه. بنابراین مواردی که بهتون گفتم، نکات تغذیه‌ای در کنار رعایت کردن یک سری اصول دیگه از جمله همین خواب بچه‌ها، یا اینکه بچه‌ها در معرض نور خورشید باشن، فعالیت‌های فیزیکی که باید متناسب با سنشون هستش داشته باشن تو بیرون، یا حالا کلاس‌های مختلف ورزشی بتونید بچه‌ها رو ثبت نام بکنید، میتونه خیلی کمک کننده باشه اینها در کنار هم دیگه و بتونه هوش حافظه بچه‌هاتون رو تقویت بکنه. در مورد اینکه حالا چطور هوش و حافظه بچه ها تقویت بشه به صورت جامع تر، من تو یک ویدیو راجبش با صحبت کردم. اگر دوست داشتین اون ویدیو رو هم ببینید که اون میتونه تکمیل کننده این ویدیو باشه، چون تو این ویدیو بیشتر نکات تغذیه ای رو گفتم که میتونه بهتون کمک بکنه، ولی تو اون ویدیو حالا راجب مسائل دیگه هم صحبت کردم که این دوتا میتونه کامل کننده هم باشن. اگر این ویدیو براتون آموزنده بود و دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک بکنید. اگر با سوالی داشتین تو قسمت کامنت ها ازم بپرسین و این ویدیو رو هم بهتون پیشنهاد میکنم اگر دوست داشتین ببینید. منتظر ویدیو بعدی من باشین. خدا نگهدار.